آقای یزدان خداوندلو از آلمان و تشکر از اینکه وقت خودشون رو به من و شما میدن تا از چیزهایی که یاد گرفتن، تجربه کردن به من و شما یاد بدن، در مورد صحبت کنیم. ایشون شماها رو دعوت میکنن به گفت و شنود، میخوان این فقط یک خیابون یک طرفه نباشه و میتونید شما هم برنامه ایشون رو که میبینید مستقیما با خودشون تماس بگیرید و نظراتتون، سوالاتتون این را مطرح کنید. ولی امروز یه برنامه بسیار خوبی رو برای من ایشون به اصطلاح مطلبش رو فرستاد که من الان براتون میخونم، ولی میکروفون رو در اختیار خود ایشون میذارم تا در این مورد صحبت کنم. مسئله آسیب شناسی فرهنگی در باب زنده کشی و مورد پرستی ایرانیان، نمیدونم در این مورد میخوان صحبت کنن یا قبلش موضوعی هست که بخوان اون رو بگن. در هر صورت آقای خداوندلو خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، بینندگان و شنوندگانتون. من فکر میکنم که مطلب چون یه مقداری طولانی هست، یعنی خود مطلب آسیب شناسی فرهنگی در باب زنده کشی به مرده پرستی ایرانیان زیاد طولانی نیست، حدود 7-8 دقیقه بیشتر طول میکشه، اما پاراگراف هاش یعنی نمونه ها و الگوهایی رو من ارائه میدم در این مطلب که موضوع بهتر قابل لمس بشه. این استش که اگر شما اجازه میدی من شروع بکنم به خوندن این و هر جایی که شما دوست دارید میتونید سوال مطرح بکنید و وارد بحث بشید. و در این حال که من این مطلب رو میخونم چند جلد کتاب هم در رابطه با همین موضوع به بینندگان و شنوندگان تو معرفی میکنم. بسیار عالی، بفرمایید. بسیار خوب. آسیب شناسی فرهنگی در باب زنده کشی و مرده پرستی ایرانیان. این شعری که من در اینجا الان میخونم رو سرایندهش رو پیدا نکردم، نمیدونم کی گفته، و اصلش این گونه هست که در حیرتم از مردم، از مرام این مردم پست. من این کلمه مردم رو برداشتم، جماعت گذاشتم، چون برای نگه مردم همه پست نیستن. بنابراین در حیرتم از مرام این جماعت پست، این طایفه زنده‌کش و مرده پرست، تا هست به ذلت بکشندش ز جفا، چون مرد به عزت ببرندش سر دست. خب همین دو بیت شعر حکایت از تضاد و تناقض در پیکر فرهنگی ما میکنه و من ادامه میدم. این سالوس منشی و دومل نکبتبار آماس کرده زنده‌کشی در بخش قدامی دستگاه عصبی ما ایرانیان چگونه به وجود آمد؟ در جستجوی ریشه های این حیرت ملاوزا ناگزیرم نقبی به لایه های زیرین در ستبرای فرهنگ درازدامن کهن‌بوم ایران و در ابعادی وسیع‌تر اقلیم خاورمیانه بزنم تا در دهلیزهای تنگ و حفره‌های ناکاویده‌اش بنیادهای رویش و خیزش این دمل آسیبزا را بیابم و با این پرسش آغاز می‌کنم که آیا فاجعه بار نیست که ساختار فرهنگی کهن‌بوم به نحوی طراحی شود که زندگان فعال، کارآفرین، دلسوز بر احوال شهروندان و نخبه خود را تحقیر و بکشد و مرده های بی مصرف و دفتر زندگیشان بسته شده را بپرستد؟ به راستی آی سوربی، این تضاد و تناقض ریشه در کجا داره؟ شما بفرمایید تا ما یاد بگیریم. بسیار خوب. زنده کشی و مرده پرستی ریشه در اسطوره و تضاد سنت‌های کهن با تحول و تجدد دارد. در این زمینه من توقف کنم. توجه بکنید به این کتاب، می‌بینید این رو؟ بله بله.
یکم بچرخونید تا نوشتهش رو ما بتونیم ببینیم. نمیدونم چرا نوشتهش رو عمودی من نوشتم. من اینجا میارم برای شما شاخه ذره این. بله. جیمز جورج فریزر. این فریزر یکی از روانشناسان برجسته. آن خوب شد. شاخه زرین پژوهشی در جاده در چیزو دین چیه این؟ من میخونم برای بله شما. شاخه زرین پژوهشی در جادو و دین. جادو و دین بله. خب حالا برای چی اینو من دارم معرفی میکنم؟ به خاطر اینه که در این کتاب مطالبی مطرح میشه که هنوز در افق نگاه مفسرین سیاسی ما قرار نداره. حالا من میگم که زنده‌کشی و مرده پرستی ریشه در اسطوره. اسطوره هم که قبلا برای شما تعریف کردم. بله بله. که تبیین پیش عقلانی انسان از نمودهای هستی است. پیش عقلانی. چرا وقتی که حکم میده که مثلا باران رو خدا میفرسته در آن عقلانیت وجود نداره. فقط به مدد احساس و غریزه و کمک همیاری عاطفه یه حکمی رو داره میده. زنده‌کشی به مرده پرستی ریشه در اسطوره و تضاد سنت‌های کهن با تحول و تجدد دارد که در بعد و پگاه نظام درازدامن دامداری و کشاورزی در هیئت خرافات در اقلیم خاورمیانه به بار می‌نشیند و عناصر مستعدی از خرافات توسط رهبران مشایخ و صوفیان ادیان ابراهیمی به امر نهاد سیاست منطبق با اهداف شیخوشا در ساختار مذاهب تثبیت و نهادینه و نقمه شوم مرده پرستی و زنده کشی نواخته می شود و به تدریج در حفره‌های تاریک هرم مدنیت و در ناخودآگاه فردی و جمعی ملت‌ها به حیات آسیبزای خود در تأمین منافع فرادستان جامعه ادامه می‌دهد که در هزارهای اخیر در فرهنگ ایرانیان به نحوی نهادینه شد که استقلال فرد به رسمیت شناخته نشود و در معده جمع هضم گردد و توجه به فرد از روی مصلحت هنگامی رخ می‌دهد که او مرده باشد، اما در زمان حیاتش توجه به ایشان در افق نگاه ها قرار نگیرد و از او به خاطر خدماتش تشکر و تمجیدی نشود که مبادا نسبت به او صاحبان زر و زور احساس بدهکاری کنند. متوجه شدید آقای سوربی؟ بله بله بله. من به خاطر کار خوبی رو برای من کردی سعی میکنم تشکر نکنم، چون اگه تشکر کنم احساس بدهکاری به شما به من دست میده. جالبه. و من هم دوست داریم که بدهی همون رو نپردازی، مفتی از مردم کار بکشید. حالا من دارم وقتی که اونجا میگم که به خاطر به ده چیز سنت صورت میگیره، توجه کنید به این کتاب نوشته ارنست کاسیر اسطوره دولت. بنابراین دولت ها با اسطوره ها در رابطه تنگاتنگ و ارگانیک هستند. میبینید این کتاب رو؟ بله بله. اسطوره دولت. بله. بله. در اینجا درباره اسطوره و ارتباطش با دولت داره. بعد به چند تا نمونهش میکنم که توصیه میکنم این کتاب ها رو بخونن. یه درباره ساختار اندیشه اسطوره ای که چگونه ساختاری داره. اسطوره و زبان، یعنی رابطهش با اسطوره و زبان چگونه ادعا میکنه. اسطوره و روانشناسی عواطف، مثلا این هستش که اسطوره تأثیر در عواطف انسان ها میذاره. وقتی که اینجا زنده کشی و مرده کشی رو داریم بحث میکنیم در رابطه با عواطف ما داره صورت میگیره. این ریشه هاش در کجا میاد، کیا در اینجا دست دارن، من در اینجا توضیح. آقای خداوندلو، یکی از دوستان نوشته که این شعر به اصطلاح خانم سیمین بهبهانی گفته. حالا چقدر ایشون درست میگه من نمیدونم. خب ممکنه ایشون گفته باشه، در هر حال من بسیار دنبالش گشتم. بله.
دیدم که پیدا نکردم. فکر کردم که مثلا این شعر رو شاید یکی از همین سنگ تراشانی که برای قبرا چیز میتراشن آدم خوش ذوقی بوده اون تراشیده و اون نوشته و اسمشون هم نگیدم بودن. حالا اگر از خانم سیمیلو بهبهانی هستش خب چه بهتر، درود بر ایشان. خب احساس بی‌هدکاری کنند و ایشان هم در مقابل از سروران طلبکار و به اصطلاح پررو شوند. متوجه شدین چی شد؟ اینجا حیاتش توجه به ایشان در افق نگاه ها قرار نگیرد و از او به خاطر خدماتش تشکر و تمجیدی نشود که مبادا نسبت به او صاحبان زر و زور احساس بدهکاری کنند و ایشان هم در مقابل از سروران طلبکار و به اصطلاح پررو شود یا نشود، که حکایت از تناقضی آشکار و پنهان میان فردیت مستقل با جمله انبوه اکثریت به صورت اکثریت بی صورت و بی صورت بی صورت و بی سیرت میکند. اینجا من دارم موضوعی رو میخوام مطرح کنم که ارتباط این مسئله زندکشی و مردکشی مستقیما به پدیده بین ملت و امت ارتباط داره. شما اگر میتونید اون تصویر رو نشون بدید که یک مولای جلوی صفحه دختران نماز گذار ایستاده، بعدن من اون رو توضیح میدم که اصلا هدف از این کارا چی هست. در جستجوی علت تضاد فرد با جمع، اگر نگاهی ساختارشناسی بر فرهنگ تثبیت شده و هرم نهاد سیاست و دیانت که مسئول سامان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در کلیه امور در هزاره اخیر بودند، افغانین در این زمینه میگن که چرا باید به این ساختارها توجه بکنیم. دوستان رو دعوت میکنم این کتاب سامان سیاسی اثر کجا گذاشتمش، سامان سیاسی اثر هانتینگتون رو بخونند، حالا پیداش کردم بعدم ادامه میدم، اینجا گذاشتمش، توجه بکنید به این کتاب. بله، سامان سیاسی، سامان سیاسی مال این ساموئل هانتینگتون، همین کسی که نظریه تمدن‌ها و جنگ مذاهب رو مطرح کرد. بله بله، اینو باید دوستان بخونن. در اینجا توضیح میده که چگونه تمام نهاد خصوصا تمام زندگی ما در اختیار نهاد دیانت و سیاست بوده. من اون عکس رو هم نشون دادم. خب در جستجوی علت تضاد فرد با جمع، اگر نگاهی ساختارشناسی بر فرهنگ تثبیت شده و هرم نهاد سیاست و دیانت که مسئول سامان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در کلیه امور در هزاره اخیر بودن افکنیم، علت این رفتار ناهنجار و آسیبزا پیدا می شود. زیرا فرد هنگام تولد در این فرهنگ و ساختار قائم به شیخ و شاه یا به پا به هستی می گذارد و به تدریج از عناصر حقارتزای آن پر می شود و اگر هوشمند نباشد در تسخیر آن می ماند. زیرا در نگاه نهاد سیاست و دیانت توجه به زنده ها اگر از حد متعارف بگذرد حاله قدرت ایجاد می کنه. من قبلا در اون جمهوری ایرانی و هویت ملی در یه بحثی درباره ایجاد حاله قدرت که اگر شما در نظر بگیرید همین این آقای غلامرضا تختی رو عکسش نشون بدید که مرگ این در رابطه با همین حاله قدرت بود. شما اگر تاریخ زندگی رو در نظر بگیرید میدونید که تمام ورزشکارا مخصوصا کشتیگیرها هر چه آدم نیرومند که باشن روی تشک حداقل 5 تا 7 سال عمر مفید دارن، بعدش مثلا در 35 سالگی ممکنه یه جوان 18 ساله خیلی راحت بیاد بزنه. آقای تختی هم بعد از اینه که اون مدال ها رو برای ما آورد و نام ایران رو در جهان روی سکوها مطرح کرد و برای ما تبدیل شد به قهرمان جهان، قهرمان تختی، قهرمان ملی،
شروع کرد به کارهای خدماتی در حوزه اجتماعی و در همین جا بود که اون حاله شخصیت دورش داشت جمع شد. قبلا توسط قهرمانیش محبوب شده بود، مردم دوستش داشتن، حالا وقتی که نقل زده در حوزه مسائل اجتماعی، اینجا هستش که سرکلش با نهاد سیاست و دیانت درگیر میشه و در همین درگیری هستش که زیرا باشه زدن و براش آوردن میگفتن به اختلافات خانوادگی بود و این حرفا، این سری حرفای موند. خب ایجاد میکنند و این قطب جدید ساختار نهاد تک قطبی سنتی سیاست و دیانت را تهدید به فروریزی و تنزل شخصیت در مقام شامخ شیخ و شاه ایجاد میکنه و جماعت شاه الله و شیخ الله امتیاز سروری و زندگی انگری را از دست میدهد و به همین علت است که از افراد مستقل نخبه ها فرهیختگان متنفرند و خواهان مرگ آنها تا پدیده دولت ملت ظهور نکند. و در انقلاب 57 توجه بکنید که ملت قهرمان ایران نهاد سلطنت رو دفترش رو بست، به بایگانی تاریخ سپرد و جمهوری اعلام کرد، چرا که اختیار خودش رو در این نظامی که پدیده دولت ملت اتفاق افتاده رو پیش ببرد. و بیدلیل نیست که شیخ ها نظام جمهوری را پالان اسلامی کردند تا تنازع بقای حیوانی در طبیعت که ضعیف توسط قوی خورده می شود را در نسوج جامعه انسانی مستقر کنند به وساطت شیخ و تبعید شاه الله. متوجه شدید آیه دربی؟ بله بله، خیلی قشنگه این ماجرایی که گفتید. وقتی فکر میکنیم یعنی اونا نگران نیستن از اینکه مرده ها محبوب بشن چون دیگه خطری نداره، ولی اگر زنده ها محبوب بشن ممکنه به اصطلاح حکومت اونها یا تاج و تخت اینها اونا رو به اصطلاح پایین بریزه. به همین خاطر هست که مرده پرستی آزاد ولی از اون برم زنده کشی. بله آفرین، درست گفتی. مسئله حکومت ایران در این هستش که در اصل اگر از دیدگاه فلسفی و زیست شناسی نگاه بکنیم میبینیم که همون دوتا قانون داروین رو بعدا در یه جلسه دیگه من درباره زیست شناسی برای شما بحث میکنم، درباره این دوتا تئوری چارلز داروین، یکی تنازع بقا که در طبیعت ضعیف توسط قوی خورده میشه، یکی هم اون انتخاب طبیعی هستش که یه ذره پیچیده‌تر توضیح میدم بهش. مهم مسئله این هستش که اون تنازع بقای حیوانی رو که ضعیف توسط قوی خورده میشه در جامعه انسانی مستقر کنند و قوی در اینجا اون دو تا نهاد اعضای نهاد دیانت و سیاست هستند و ضعیف اکثریت کل جامعه. اما مرده پرستی ما دو هدف در پی دارد. هدف اول مرده هایی هستند که باید حضورشان در روان و فرهنگ مردم زنده و فعال نگاه داشته شوند تا تبدیل به دکانی چهار نبش گردن که نبش اولش متعلق به نبی عربی و ائمه اطهار، بارگاه امامان و امامزادگان، نبش دومش در اختیار مسجد فیضیه و تکیه ها، نبش سومش از آن ملایان جهت روزه، ندبه، ماتم سرایی، گریه و زاری برای فرزندان علی. شما به محتوای تمام این روزه ها وقتی توجه بکنید میبینید دارن شخصیت ها و مناسک اسلامی رو زنده نگاه میدارن، علی رو ستایش میکنن، فاطمه زهرا رو میتونه میکنن و تا اونجایی که میتونن از شخصیت های ملی ما اصلا ابدا هست. نقش چهارمش در اختیار اصول و فروع دیانت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر. اما هدف دوم مرده پرستی مضرات توجه به زندگان را در پی ندارد. گفتن مقادیر مهملات سر قبر، زدن حرفهای مفت در سجایای مرحوم و تظاهر به ماتم سرایی و ننه من غریبه مسئولیت ایجاد نمی کنند.
آدم مرده دیگر خرج بیمارستان ندارد. لازم نیست کسی دنبال دارو و گرفتاری هایش بدود. اجاره خانه ندارد. انتظار و توقعی هم از کسی ندارد. آدم مرده اصلا خطری ندارد و نمیتواند احیانا مخل موقعیت و منافع تاج و عمامه شود و در اغلب مواقع فوائد و منافع بسیاری نیز دارد. میتواند نام و اعتبار او سوء استفاده کرد و بی دغدغه عکس های یادگاری با ایشان نشان داد که بله ما با او اینجوری جونجونی بودیم و در فراغش با حرکات نمایشی زعجه زد که همه بدانن ما چقدر قدرش را میدانستیم و خاطره های جعلی و نقل قول های ساختگی را به او نسبت داد که مفید به حال ما باشد. در نتیجه توجه به زنده ها موجب زحمت و زیان می شود و هرچه او را بزرگ کنند به همان نسبت گویی خود را کوچک می کنند. اما توجه به برده ها موجب رحمت و منفعت انسان دلال پیشه، فرصت طلب و منفعتگرای جامعه اسلامی امروز ما که همواره حساب سود و زیان خود را می کنند. نان را به نرخ روز می کنند. او کاری با زنده ها اگر سودی برایش نداشته باشد ندارد. اما با مرده ها تحت اهداف مشخص البته که کار دارد. مبحث اصلی مرده پرستی و زنده کشی در اینجا تمام شد. اگه شما سوالی دارید یا دوستان سوالی مطرح کردن بگید تا پاسخ بدیم و من برم روی مطلب بعدی. خیلی ممنون، من سوالی ندارم، بسیار واضح توضیح دادید. دوستان عزیز اگر پرسشی یا سوالی هست یا نظری دارید یا با فیسبوک یا با ایمیل تماس بگیرید و نظرات شما رو منتقل میکنیم و آقای خدابندلو هم پاسخ خواهند داد. بفرمایید. درود بر شما. خب موضوع بعدی آدمک های دینیست. من به این افرادی دیگه در صفوف نمازگذاران اونجا میستن میگم آدمک های دینی. اگر میتونید یه بار دیگه اون عکس رو نشون بدید که دختران رو در صف برای نماز ایستاندن. اوکی. آدمک های دینی، بحثی در باب حذف فردیت مستقل و ناپیدا کردن او در میده امت اسلامی. اسلام با چادر و حجاب از بیرون کودکان و زنان را همرنگ و همشکل مثل مورچه ها و از درون با آیه ها و مناسک اسلامی ذهنیت آنها را با مفاهیم خرافی موزاییک بندی می کند که تبدیل به روبوت شبیه موریانه و حشرات هم‌آوا شود و البته در کار به علت پیشینه درازنامه خود تا کنون موفق بودند و فرد باورمند تا پایان عمر ناخودآگاه روی خطوطی راه می رود که کد قرآنی آن مثل دی ان ا در روانش از کودکی حک شده و این عمل هرچند کمی پرخرج است اما به منفعتش می ارزد که اقلیت تمامیت خواه و ملا و مکلا در رأس امور صاحب تمام ثروت مادی و معنوی ملت باشند و کیفش را ببرند و بوزینگان جاه طلب امامدار از الله چه می خواهند؟ یک دیانت اهریمنی شبیه ابزاری برای کنترل و مطیع نگاه داشتن انسان راست آمد که نیای کهنش در بالا رفتن از پلگان دانایی و غلبه بر جبر طبیعت دست کم 250,000 سال تجربه رنجبار در بایگانی هوشمند او ذخیره کرده است. موضوع بعدی، اینجا باز بحثی هستش بین تضاد بین امت و ملت. حالا آقای سوربی میتونید شما امت و ملت رو تعریف کنید؟ والا نمیدونم. خیلی ها میگن وقتی که به چه فرقی با هم دارن؟ آها، وقتی که مردم پیرو این چیزای مذهبی میشن امت، مثل همون موقعی که رعیت و فئودال بوده، حالا اینها به یه نوع دیگه‌ای بدون اینکه کنترلی از خودشون داشته باشن دنبال روی اون رهبرشون میشن.
شما سوالای سخت سخت از ما میپرسی ها. نه نه نه، من میخوام که یه مقدار یه مسئله از مونولوگ به دیالوگ تبدیل بشه. بله. همین. ببینید، ملت به جماعتی گفته میشه که در یک اقلیم جغرافیایی مشخص زندگی دارن میکنن و برای بهزیستی هم انبوهی دستاوردهای مادی و معنوی تولید کردن و زمینه مدنیتشون نمودن. اما امت به جماعتی گفته میشه که با ملیت برکار نداره، دومش در آسمان به الله گره خورده و به شدت متضاد و ضد ملیت هستن. در همین رهگذر هم کمونیست ها هم شریکن. کمونیست هایی که میگن جهان وطنی میگه چه میکنه؟ مملکت خودش رو ول میکنه، ببینید درباره جهان میخواد یارش بکنه. این به همین خاطره که من میگم که زیربنای تفکر اکثر کمونیست های ما مذهبی است، چرا که آرمان های مشترک دارن. یه دفعه به خود من گفتید که جهان رو ول کن، گفتم آری با اتفاق میتوان جهان گرفت، شما گفتی جهان رو ول کن، فعلا شهر و کشورمون رو بچسبه. بله، بیا اینجا بیا جز رو بلنه یعنی بابا توی خاک باشه، این خاک پدری و مادری و این خانه رو اول آباد کنیم، بعد بریم سراغ دنیا. دنیا خودش خیلی از ما جلوتر هستن، یه تعدادی مثلا نمیخواد حرکت بکنه. خب، میهن دوستی یا باورهای دینی، تفاوت ملت با امت در کشورهای پیشرفته من نسبتا آزاد جهان، با آنکه مردم باورهای گوناگونی دارند ولی میهن دوستی و دلبستگی به سرزمینشان به خوبی در روانشان آشکار و روشن است. به عنوان نمونه، انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی دارای هر باور دینی باشد، همیشه خود را انگلیسی، فرانسوی و آلمانی می‌داند. به تاریخ گذشته به افتخارات خود می‌ماند و برای دفاع از ارزش‌های ملی میهنی هر لحظه آماده است. بنابراین انگلیسی، فرانسوی و آلمانی خود را پروتستان و کاتولیک یا یهودی معرفی نمی‌کنند، بلکه در پاسخ به این پرسش که شما کیستی می‌گوید من انگلیسی، فرانسوی و آلمانی هستم. و در عوض ما ایرانی‌ها خود را مسلمان می‌نامیم و به کشورمان می‌گوییم ایران اسلامی و با این حکم مالکیت سرزمین اجدادی من را میزنیم در شناسنامه اسلام و میدهیم به دست متولیان ملا و مکلای نهاد دیانت اکبتبار اسلامی و کفتاران ریز و درشت ملا و مکلای این مذهب ضد ایرانی هر جور که میخواهند با آن رفتار میکنند. میبینین الان رفتارشون عیناً در جمهوری اسلامی مشخص. تنها تحصیل کردگان به اصطلاح روشنفکر و دین خوی ما هوشیار و آگاه نیستند که در پس این کلمات متضاد چه اهداف استعماری پنهان است. تضاد امت با ملیت، ظهور فرهنگ و احساسات ملی. این مطلب رو من از این کتاب استخراج کردم، سیر تکامل عقل نوین اثر هرمان رندال، یک نویسنده است. مشاهده میکنید این رو؟ بله بله، سیر تکامل عقل نوین. سیر تکامل عقل نوین دو جلد، یه چیزی مادر 600-700 کلمه هست. این مطلب را از این کتاب عرض کردم، برای شما میخونم. ظهور فرهنگ و احساسات ملی، به نقل از کتاب سیر تکامل عقل نوین جلد اول صفحه 194 تا 95 اثر هرمان رندال. این تغییر اساسی در حقیقت از سه منبع به وجود آمد، یعنی تضاد بین ملت و امت ها. نخست آنکه در نتیجه حوائج بازرگانی، کوشش اجتماعی و روزافزون طبقه بازرگان به جای دولت محلی بر مبنای دولت ملی تمرکز یافت. یادتون میاد من قبلا درباره اون پروتستانیسم و جنبش دینی و اصلاح دین صحبت کردم؟ این داره مشروع هم بهش بپرداده. و این وسعت میدان عمل متقابلا عرصه بازرگانی را توسعه داد. دوم که در نتیجه این تمرکز فعالیت، حدود جامعه امپراتوری جهان مسیحی به دولت ملی که مرزهای جغرافیایی معین داشت محول شد.
سوم آنکه در نتیجه همین تغییرات قدرت از کلیسا به دولت‌های مدنی انتقال یافت و این تحول در انقلاب پروتستانیسم تجلی کرد. ولی پیش از آنکه این جنبش‌ها و مذهب‌ها را با جنگ‌ها که از آن زاده شد تجزیه و تحلیل کنیم، میباید تغییرات عمده‌ای را که از پیدایش ملیت و وطن‌پرستی به معنی تازه در افکار مردم به وجود آمده بود بررسی کنیم. تغییرات سگانه‌ای که از انقلاب بازرگانی پدید آمد برای یک طبقه بسیار محدود مهم بود و سود بسیار داشت، ولی اکثر مردم درست یا نادرست به این تغییرات توجه چندانی نداشتند. ولی همین که قرون وسطا نزدیک به اتمام شد، موج عظیمی از احساسات ملی میان اقوام اروپایی پدید آمد و علاقه به وطن و وطن جای علاقه به ارباب تویلدار قدیم را گرفت و در مغرب اروپا برای اولین بار چیزی که میتوان آن را دولت‌های ملی نامید به وجود آمد. آی سوربی، این روند همکنون در جامعه ما با شدت تمام در حال اجراست در موزایی ایرانی. این دولت ها در سرزمین های پا گرفت که میان مردم آن یک احساسی آمیخته به ابهام ولی واقعی و بسیار نیرومند درباره همبستگی مشترک و دشمنی با دیگران هر کس که بودند وجود داشت. این احساس وطنی به ملی به روزگار ما چنان در میان مردم رواج یافته که به زحمت میتوانیم تصور کنیم که ریشه های آن در طبع انسانی نیست و فقط در روان معینی از تاریخ اروپا تجلی کرده است. به سبب همین احساسات ملی و وطنی بود که طبقه متوسط موافقت عامه را برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی که منادی آن بود جلب کرد. در غیر این صورت امکان نداشت به ندای طبقه مذکور هر قدر هم که لحاظ اقتصادی نیرومند بود در جامعه‌ای که هنوز اکثریت مطلق آن زندگی کشاورزی داشت پاسخ مثبت داده شود. ولی طبقه متوسط مقاصد اقتصادی خویش را با احساس غرور ملی هماهنگ کرد و چون طبعا از احساسات و وطن‌پرستی سرشار بود جنبش سعادت ملی را صمیمانه تأکید و بدین سان مشارکتی که از مشخصات تاریخ جدید است به وجود آمد. یعنی طبقه هوشمند بازرگان با نیروی پرهیجان ملی همگامی کرد و این نیروها را در راه مقاصد خویش به کار انداخت. قدم اول از آنجا برداشته شد که مصالح بازرگانی و وطنی به کف پادشاه یا فرمانروا سپرده شد و بدین سان طبقه متوسط در مقابل اشراف تولدار پیروزی بزرگی به دست آورد. پایان قضیه. بسیار ممنونم از شما، خیلی جالبه و البته باز میرسیم به اون که آخرش این که چه باید کرد. خب میدونیم که توی این برنامه ها همون تاجر و کسبه و اینها یه جاهایی منافعشون به اصطلاح میخواد ازشون که بیان به طرف مردم و با کمک اونها و با همت مردم از این قید و بندها آزاد میشن، ولی چگونه دوباره با سرعت میرن زیر سلطه یه نفر. اون موقع است که باید یه گروهی باشه که به اصطلاح هشدار بده و نذاره این کار انجام بشه. اینو شما چجوری میتونید توضیح بدید؟ ببینید آقای سوربی، در جامعه ما مشکل اساسی این هستش که طبقه متوسط آگاه به امور سیاست نداریم. این یک. احزاب برخواسته از پیکر ملت و مستقل نداریم. تکیه‌گاه مادی که به سرمایه نداریم. ما در ایران سرمایه داری که در اروپا حضور داره و قدرت سیاسی تو دستش رو در ایران نداریم. در ایران هنوز سنت و مذهب حکومت میکنه
در کشورهای اروپایی سرمایه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک. ما وقتی که این ابزارها رو نداشته باشیم طبیعتاً با مشکل رو یعنی شما میگید اینها نبودن سال 1979 که کمک کرده؟ بعد نداشتیم دیگه، بعد ما نبودیم. مثلا یه آقای ایلغانیان داشتیم که سرمایدار بود، اونا رفتن گرفتن سرشو بریدن. ولی خب سرمایدارهایی بودن که به خمینی و حرکتش کمک کردن. حتی آقای بنی صدر به خود من گفت که یک آقای به نام جورابچی یا یه چیزی اینقدر پول داد، آخرم باز خمینی کشتش. ضمن خمینی هم همون موقع تو فرانسه گفته بود به دیگران یه جوری به این آقا بگید که داره انقدر پول میده و کمک میکنه و اینها، دنبال مقام یا منصبی نباشه. این رو آقای بنی صدر به خود من در پاسخ این که آیا این درسته که کارتر به خمینی پول داده بود، گفت نه، خمینی به پول کارتر احتیاج نداشت، چون سالهای سال بود که بازار یا بازاریان بهش کمک میکردن. بله خب دیگه. خب بسیار ممنون. ولی شما میگید نداریم، یعنی میگید که اگر یه همچین چیزی اتفاق بیفته این رو ما نداریم و این رو به عنوان کمبود اعلام میکنید. ولی چجوریه که اینا مثلا 38 سال پیش داشتن و ازش هم استفاده کردن و موفق هم شدن؟ نه، به اون صورتی که من میگم مستقل باشه و بسیار نیرومند باشه مثل اروپا نداشتیم، بسیار نوپا بودن. این افراد که شما دارید درباره صحبت میکنید که منم چند تاشون رو میشناسم، اینا کسانی بودن که در دوره پهلوی دوم به یه ثروت نسبی رسیده بودن. مثلا اون آقایی که میره کارخونه ایران ناسیونال رو آقای خورم چیز بعد تأسیس میکنه، این یکی سرمایه‌داران ما بود، یعنی صاحبان صنایع بزرگ، صنعت بزرگی بود. در صورتی که همین بابا نگاه میکنه میبینه فرار میکنه، داره میشه میره اروپا. چرا فرار میکنه؟ در صورتی که اگر این دولتی که اومده روی کار ملی باشه و به منافع ملت توجه داشته باشه، این آقا رو باید بیاره وزیر بازرگانی بکنه، وزیر نمیدونم اقتصاد بکنه. در صورتی که اکثر اینها گذاشتن فرار کردن. چرا؟ به خاطر اینه که احزاب مستقل از خودشون نداشتن. شما در همین اروپا رو که در نظر میگیریم میبینیم که همین آلمان یه حزب میگن توختر گزرشات با هم دیگه همیشه هستن به نام CDU و CSU. این دوتا حزب نمایندگان صاحبان صنایع و بانکدارار هستن، همیشه با هم هستن و بسیار هم نیرومندن. هر کدومشون هم 17%، 20%، 12%، اینا که بیارن با هم دیگه مثلا 37% رأی رو میارن و برای تشکیل دولت هم با اون احزاب کوچکتر ائتلاف میکنن. اینا نیرومندن، ریشه در جامعه دارن، هر جا نگاه میکنیم میبینیم. و بعد توجه کنید که هنوز نه مذهبی های ما نه کمونیست های ما متاسفانه درباره شخصیت سرمایه‌دار و کارخونه دار اصلا بد برداشت میکنن. نمیدونن که کارخونه دار مادر جامعه است. یک کارخونه دار با زحمات بسیار زیاد بلند میشه مواد خام رو از طبیعت یا از افسانه‌های دنیا تهیه میکنه، میاره توی کارخونه، توسط اون دستگاه‌ها و کارگران به فرآورده عالی تبدیل میکنه و محصولات عالی رو با چه مشکلاتی در جامعه میفروشه و برای مردم کار تولید میکنه، برای مردم ثروت ایجاد میکنه. خب همین آدم رو هم به راحتی شما میتونید دعوت ازش بکنید بیا مدیر دولت بشه. اما در جامعه ما هنوز درک نمیکنن، به سرمایه‌دار و کارخونه‌دار با نگاه بد نگاه میکنن. دکتر بسیار جالبی رو عنوان کردید و من الان مدت هاست که از این دوستانی که به اصطلاح خودشون رو به عنوان حزب کارگر یا طرفدار کارگر معرفی میکنن دعوت میکنم، مخصوصا آقای دکتر سعید سالینیا، هیچ کدوم از اینا حاضر نشدن بیان به من پاسخ بدن که شما که میگید کارگر با کارفرماها چه کار خواهید کرد، یا آیا این کارگران رو بدون اینکه هیچ نالج یا آگاهی داشته باشن سر کارهای مهم میذارید، بیان اینو برای ما توضیح بدید. ولی شما این رو درست توضیح دادید که اگر جامعه اون سرمایه‌دارش احساس امنیت نکنه
اولین اتفاقی که میفته به قولن ور میداره، فرار میکنه از اونجا، میره و همون فرارش باعث میشه تازه یه ضربه ای به همون کارگری بزنه که تا دیروز میتونسته کار کنه ولی از حقوق کمش ناراضی بوده، امروز دیگه هیچ حقوقی نداره. اینجا باز دعوت میکنیم از دوستان اگر مایل باشن در این گفت و شنودها صحبت کنن. همیشه آقای یزدان خداوندلو گفتن که نمیخوان فقط یک طرفه باشه و مایلن که گفتگو باشه. خب بازم ممنون از شما، ما سراپا گوشیم، اگر صحبتی هست بفرمایید. می‌گم که یه بار من قبلا این مطلب رو توسط شما در تلویزیون مطرح کردم، اما چون ارتباطی به همین مسئله مرد پرستی و زنده کشی داره، یه بار دیگه لازم میدونم که برای شما بخونمش. چند دقیقه طول میکشه. بفرمایید، وقت داریم. در باب آسیب شناسی فرهنگی، پیامد شوم فلسفه سرای فانی و باقی در جامعه اسلامی. شما در نظر بگیرید در روان هر ایرانی و در حرفاش وقتی توجه بکنید میبینید که این مبحث حضور داره که دنیا رو بی ارزش میدونه. به فکر این دنیا نباش، آخرت رو بخواد بچسبه. این دنیا خب این طبیعت هست که زنده و ساکنانش و انسانها که اونها هم زنده هستن، همه اینها رو خوار میشموره، نادیده میگیره، میره به دنبال اون چیزی رو که دو ذهنش ساختن ریختن. یکی دیگر از تفندهای فاجعه بار ادیان ابراهیمی که آسیب فلج کننده و فرهنگ جوامع تحت سلطه در اردوگاه اسلامی وارد و تیره بختی برای باورمندان به ارمغان آورد، شاکله سرای باقی و فانی بود که رسولانش کوشیدند برخلاف جهانبینی میترایی با الهگان زمینی مهر، میترا و آرمیدا که پیوند دهندگان بی‌واسطه آدمی با عناصر طبیعت مثل خاک، آب، آتش و باد بودند، ابتدا ایزد یکتا را در ناکجا آباد آسمان قرار دهند با هیئتی انتزاعی مجازی که دور از دست و لمس پذیر نباشد و انسان کنجکاو نتواند آن را بررسی و نیرنگش را آشکار کند، و سپس تلاش نمودن با هزار ترفند تابعان خود را با دستانی گشوده به سوی آسمان، قرنها نسل اندر نسل به نیایش، ستایش و پرستش آن موجود خیالی نرین صفت و موهوم مشغول و سرگرم کنند. و پیامد این سرگرمی شوم این شد که باورمندان زمین زیر پا را به دست فراموشی سپردند و توجه به طبیعت از افق نگاهشان هست و مقام هستی بخش آن را مورد بیبهتی قرار دهند و خود را از سخاوت این سیاره گوهری و حیات بخش محروم و با تحقیر آن را سرای فانی بنامند تا در آرزوی سرای باقی بماند، منزل بود. و در این راستا نظرش از زمین به آسمان معطوف و توانایی نگاه از بالا به قضایا و گشودن راز و رمز طبیعت را از دست بدهد و به تدریج درهای تعبد، ترقی، نوآوری را بر زندگی خیش ببندد و در سراشیب فقر خود را حقیر، ناتوان، کوچک و نیازمند خدا بداند و به ریسمان و آویخته در طلب نیازمندی ها گرفتار سموم فلجزای ایدالیسم ذهنی شوند و چون الله به عنوان اوبیکت یعنی شیء مورد نظر، مجازی، انتزاعی، ناپدید، ناپیدا، خیالی و توهمی بود، باورمند خوشخیال اطمینان نداشت که در این سوداگری و دیوزگی از قادر متعال که ساخته ذهن بشر است آیا تقاضایش اجابت می شود یا نه. و چون از عاقبت کار و داد و ستد آگاه نبود، موضوع را به لطف پروردگار و کرامت بیکرانش واگذار کرد و سرانجام در معده عفونتبار قضا و قدر هضم و به توکل رب الله دل بندد و خرمای نقد سرای فانی را به حلوای نسیه سرای باقی بفروشد.
هنوز وقت داریم؟ بله. بسیار. حالا در این مطلب من قبلا یه مقداری درباره خرافات صحبت کردم که همین این در دل اسطوره ها ساخته میشه و خود همین خرافات هست که قسمتی مستعدی از این خرافات رو اون مشایخ و رهبران ادیان بر میدارن و میارن در ساختمان دین تثبیت میکنن و نهادینش میکنن. وقتی که تثبیت و نهادینه شد، اون خرافات که در نفس خودش چیز بدی نیست و میتونه موتور تحول، ترقی، ایماشسازی، داستان، حکایت و شعر رو باشه، رو اون رو تثبیت میکنه و کانالیزش میکنه که محصولشون رادیکالیسم دینیست و میگه فقط تو این مسیری که من میگم باید راه برید. خرافات چیست؟ خرافات تبیین پیش عقلانی انسان و نمودهای هستی و نوعی سخن است، شبیه کامیونی که مواد مهمل با خود حمل میکنن تا از عنصر کاه کوه دروغ بسازن. اما فراموش نکنیم خرافات در نفس خود پدیده بدی نیست، مشروط بر اینی که عناصری از آن توسط فرادستانش چموش جامعه جهت استیلا بر فرودستان در ساختار دیانت تثبیت و در روان مردم نهادینه نکنند. می تواند موتور تخیل، تصور و ایماج سازی در حوزه‌های هنرهای تجسمی، کلامی و موسیقایی نقش خلاق ایفا کند. حکایت در باب پندار خرافی. شخصی خرافه باف وارد شهر شده و سراغ قصر حاکم را می گیرد. هنگامی که حاکم را می بیند به او می گوید قربان، من خیاط ماهری هستم و دوزندگی به من وحی شده و می توانم لباسی برایتان بدوزم که خوشبختی و سعادت برای شما به ارمغان آورد و خاصیت ویژه‌ای دارد که تنها انسانهایی که خلوص نیت دارند و با صداقت نگاه می کنند قادر به دیدن آن هستند و اگر نیت پاک نداشته باشند توانایی دیدن لباس را نخواهند. حاکم قبول میکند و محل کار، نخ و سوزن، قیچی، پارچه، غذا و خوابگاه در اختیار او میگذارند و تمامی اهالی شهر را از دوخته شدن چنین لباسی باخبر میکند. بعد از چند ماه حاکم سراغ لباس خوشبختی را از حیات میگیرد و دوزنده در جواب میگوید قربان، لباس سعادت جامعی معمولی نیست و آماده شدن آن مدتی طول خواهد کشید، در حالی که در عمل لباسی در کار نبود. شبیه وعده بهشت به مؤمنان از سوی پیامبران و خیاط حیلگر میخورد و میخوابید و امکانات قصر استفاده میکرد تا اینکه بعد از 3 سال صدای اعتراض وزیران در میآید که قربان، ایشان بودجه کشور را حیف میل میکند و خبری هم از لباس نیست. حاکم نزد خیاط رفته و از او برای آخرین بار سراغ لباس خوشبختی را میگیرند. درزی منظورش یعنی همین قیاد. درزی میگوید تا چند روز دیگر آماده میشود. حالی جناب. و بعد از 3 روز نزد حاکم میرود و آماده بودن لباس را به او خبر میدهد، در حالی که لباسی در کار نبود. و حاکم با عصبانیت میگوید زود باش لباس را نشانم بده. بده تا تنم کنم. لباس دوز از او میخواهد که اوریان شد. حاکم لخت می شود و خیاط در صندوق را باز کرده و لباسی خیالی که وجود خارجی نداشت را با سلام و صلوات تن حاکم می کند و در چنین حالی اگر حاکم حیرت زده می گوید من لباسی نمی بینم، خودش را متهم به نداشتن خلوص نیت کرده. در نتیجه شروع به تعریف و تمجید از خیاط و لباس می کند و خیاط مهمل باف که متوجه حماقت حاکم شده پیشنهاد می کند عالی جناب، حالا شما با این لباس که حاصل زحمت 3 ساله من است می توانید ببینید که چه کسانی به شما با خلوص نیت نگاه میکنند و شما دوست و دشمن خود را خواهید جناب. و حاکم هم که از 3 سال پیش در شهر این خبر را پخش کرده بود که لباسی با چنین خصوصیاتی برای او در دست تهیه است که تنها افرادی با نیت پاک قادر به دیدن آن در تن او هستند.
خیاط به حاکم میگوید حالا شما میتوانید اول وزیران و کارکنان قصر را برای دیدن لباس آماده کنید و خلوص نیت آنان را بسنجید. و حاکم وزیران و کارکنان قصر را به سالن دعوت میکنند و همه با دیدن بدن عریان شاه متعجب و بر خلوص نیت خود تردید میکنند. و چه کسی حالا میتواند به ابلیس بگوید نه حضرت عجل شما برهنه هستید؟ سپس خدایگان در صدر امتحان اهالی شهر برمی آید و دوزنده خرافه باف بدونه. بدین طریق یک دروغ را به باور رایج و معمول تبدیل می کند. حال امت خدا خرافه پرست مگر برخلاف رأی حاکم چیزی می توانند بگویند؟ وقتی شاهنشاهی امری دروغ را پذیرفت، آن امر تبدیل به اخلاق و عرف جامعه می شود و اگر کسی برخلاف سنت و خرافات تصدیق شده حرفی بزند، طبیعی است که مشرک، زندیق و کافر است. خب. بسیار ممنون. من فکر کردم وقتی که پادشاه به اون میگه لباس خوشبختی و ثروتمند شدن چیه، اون طرف میگه که من از این را خوشبخت شدم و ثروتمند شدم، چون سالها پیش تو آمریکا یه نفر یه همچین کاری رو کرده بود، یا آگهی گویا توی روزنامه زده بود و گفته بود که اون موقع که مردم بیشتر با پست کار میکردن، گفته بود که هر کسی مثلا 5 دلار برای من بفرسه یا 1 دلار برای من بفرسه بهش راه پولدار شدن رو یاد میدم. بعد گفته میشه که مثلا 1,000,000 نفر برای این نامه فرستادن و هر کدومشون داخلش 1 دلار یا 5 دلار گذاشته بودن. بعد هفته آینده این میاد و میگه که به اونایی که برای من پول فرستادن پاسخ من اینه، همین کاری که من کردم راه پولدار شدن بود. حالا این ماجرای پادشاه و خیاط و اون لباسی که وجود نداره خیلی جالبتر بود و من اینجا میخندیدم. بفرمایید. چند دقیقه دیگه وقت داریم آقا؟ 7 دقیقه. 7 دقیقه. خب من یه مطلبی رو هم در 2-3 دقیقه برای شما میخونم که همین توی این هفته اخیر به اشتراک گذاردم و خیلی سرصدا کرد. بفهم. شما میدونید که در دیانت اهورامزدایی نبردی هست بین نور و ظلمت. یعنی این دیانت بخش اهورائیش و یه بخش دیگه‌ای به نام مزدایی داره و به طور کلی میگن در این دیانت نور و ظلمت با هم دیگه در جنگن که سرانجام نور غلبه بر ظلمت میکنه. خب حالا یعنی برای از بیان بردن اون تضاد و تناقض، چرا که نور و ظلمت با هم دیگه متضاد هم دیگه هستن، نور میخواد ظلمت رو از بین ببره. خب وقتی که نور اومد ظلمت رو از میان برد، طبیعتا همه چی بلوری میشه. و در حوزه روانی وقتی میخوای بررسی بکنیم میبینیم که هستی در طبیعت اصلا سایه روشنها رو از دست میده، چون همه چی دیگه نور میشه دیگه، و انسان سایه خودش رو به همین خاطر استش که مولوی در اعتراض به این مطلب میگه که من اینجا شعرش رو گفتم و عنوانش گذاشتم نبرد نور و ظلمت. مولوی میگه شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق، روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند، هر یکی خواهان دیگر را همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش، زان که بی شب دخل نبود تب را، پس چه اندر خرج آرد روزها. مولوی دفتر سوم. و من تفسیر میکنم در آیین میترایی که از زهدانش دیانت اهورامزدایی در پهنه فلات ایران پا به هستی نهاد، نور و ظلمت مکمل یکدیگرند، که با تأسف بسیار بخش مزداییش تلاش کرد
تا این تضاد دلنگیز و زاینده را از بخش اهورایی و مادین سرشت آن حذف کند و پیامد ناگوارش ظهور ادیان ابراهیمی در اقلیم خاورمیانه بود که طبیعت گرامی را از افق نگاه انسان حذف کند و دیدگاهش را در لامکان معطوف ستایش و پرستش امری انتزاعی مهمی در هیئت یهوه روح القدس و الله عربی کرد. همین دیشب یه آقایی از پیروان مسیحیت اینجا با من تماس گرفت با دوربین، منتها عکسش رو نشون نمیداد، خودش هم عکسش جعلی، تصویرش جعلی، اسمش جعلی، اومد اینجا بهش برخورده بود که چرا من اینجای روح القدس رو هم وارد مسئله کردم که روح القدس خدا هستش و نور هستش و غیره و فلان. حرفا خط به جلسه. بسیار ممنونم از شما و دوستان عزیز. اگر در مورد صحبت‌های آقای یزدان خداوندلو پرسشی دارید یا نظری دارید، با ایشون از طریق فیسبوکشون تماس بگیرید یا با ما از طریق تلفن، از طریق ایمیل تماس بگیرید و با هم صحبتی داشته باشید. آقای خداوندلو یک چهارشنبه ها 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا و 9 شب به وقت آلمان برنامه دارن، ولی امروز این برنامه فوق‌العاده بود به خاطر اینکه چهارشنبه قبل مشکل داشتیم و ایشون هم لطف کرد و خواهش ما رو قبول کردن که امروز برنامه داشته باشن. آقای خداوندلو از شما ممنونم، به امید دیدار، به امید روزهایی بهتر و روشنتر. بدرود عزیز، بس جلسه چهارشنبه این دیگه جلسه بعدیه. بله مرسی عزیز، بسیار خوبم. خب دوستان عزیز، برنامه همینجا پایان گرفت و این برنامه ها روی فیسبوک خواهند بود، روی یوتیوب خواهند بود. اسامی دوستانی رو که برنامه دارن اگر تایپ کنید اونجا یا بنویسید، ویدیوهاشون به ترتیب تاریخ اونجا ظاهر میشه، تماشا کنید. و فکر کنم تنها تلویزیونی باشیم که بارها در حین برنامه هم مجریان و هم برنامه گذاران و هم من میگیم که هر کسی صحبتی داره بیاد اینجا صحبت کنه. تلویزیون مردم هست، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. روز و روزگار بر شما خوش و برنامه ها رو پی بگیرید، لطف کنید به دوستانتونم معرفی کنید. مرسی، به امید دیدم.